جامعه زنده و پویای ایران هم این خصلت رو داره که هر وقت یک شخصی کمترین احترامی به رأی مردم نداره و شخصی که مطلقاً به دنبال مشروعیت نیست و در اوهام خودشون دنبال ایدئولوژی ویرانگر خودشون هستن و منفور هم هستن اما از سرنیزه استفاده میکنن، مردم اونها رو به صورت جوک در میارن، باشون در واقع میشه گفت که با لطافت خاصی میان و این چهره ها رو منفورتر نشون میدن، مانند خامنه ای، رئیسی، محسن رضایی، قالیباف و غیره و احمدی نژاد و نه نتیجه چهره های متفاوتی رو سعی میکنن در آثار ساخت خودشون به نشان بدن. مردم زیر استبداد کبکبه آخوندی طبیعی هست که بیان و اینو ادبیات رو به کار ببرن، به خاطر اینی که 28 قرن مردم ایران تاریخ پادشاهی دارن و در اینجا میشه گفت که گرفتار استبداد نعلین شدن و شادی مردم با اعلام مرگ رئیسی کاملا چیز طبیعی هست، واکنش مردم به خاطر اینی که ذلالت این افراد رو نشون بدن و فراموش نمی کنن که هزار جوان توسط دستگاه همین ابراهیم رئیسی کور شدن، صدها خانواده عزادار جگرگوشه هایی هستن که به سینه قبرستان فرستاده شدن و به جای اینکه در این کشور آبادانی و امرام رخ بده، قبرستان ها ازدیاد پیدا کرد و رشد پیدا کرد و 45 سال مهنت و نکبت و عذاب و ماتم بر مردم ایران خراب شده. بنابراین بسیار جای خوشحالی است که جامعه اینقدر زنده و پویاست و واکنش داره نسبت به این موضوع و این نکته است که به نظرم جامعه شناسان باید بیشتر در این باره توجه داشته باشند.